حمله به تأسیسات نفتی عربستان از کجا انجام شد؟ شبکه خبری سی بی اس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی که نامش را نیاورده میگوید از جنوب ایران. در 60 دقیقه امشب میپرسیم اگر این گفته درست باشد قدم‌های بعدی واشنگتن و ریاض چه خواهد بود؟ خبرنگارمان از مقابل کاخ سفید از آخرین تحولات در واشنگتن به ما خواهد گفت. و گزارشگر ما از تل آویو به ما خواهد گفت در جبهه مقابل تهران چه می‌گذرد. از دو تحلیلگر در تهران و نیویورک می‌پرسیم تنش ایران و آمریکا به کجا می‌کشد. همچنین در برنامه امشب I want war. I don't want war with anybody. I'm somebody that would like not to have war. We have the strongest military in the world. ارسال پیام‌های متفاوت از رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ می‌گوید به ریاض کمک می‌کند، در این حال به دنبال جنگ نیست. آیا کاخ سفید آماده است تا پای جنگ با تهران پیش برود یا نه؟ ما امیدوار بودیم که برجام زیرساختی بشه برای توافق‌های دیگه با ایران، به خصوص مشکلات منطقه‌ای که چالش بزرگی در روابط دو کشوره. بنابراین فکر می‌کنم اگه تلاشمون رو بکنیم ممکنه بتونیم برگردیم. وزیر سابق انرژی آمریکا در گفتگوی اختصاصی با بی بی سی فارسی ارنست مونیز امیدوار است رئیس جمهوری بعدی با بازگشت به برجام جلوی فروپاشی آن را بگیرد. علاوه بر اینها در برنامه امشب بر رسیدن به آزادی و آرامش بدون می و مواد مخدر رو با شلنگ تخت انداختن. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. یک مقام آمریکایی که نامش اعلام نشده به شبکه خبری سی بی اس آمریکا گفته نقطه‌ای که از آنجا به تأسیسات نفتی عربستان سعودی حمله شد ناحیه‌ای در خاک ایران است، در شمال خلیج فارس. حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی وجهه ریاض را به عنوان قدرتی منطقه‌ای تضعیف کرده و نگاه‌ها به واشنگتن، متحد اصلی پادشاهی سعودی، دوخته شده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا البته دیشب حرفای زد که دست کم برای دستگاه حاکمه عربستان دلگرم کننده نبود. اینکه برای برخورد با ایران عجله‌ای ندارد، تا جایی که بتواند از جنگ دوری می‌کند و ضمناً اگر آمریکا وارد ماجرا شود عربستان باید هزینه مالی آن را تقبل کند. ایران دست داشتن در این حمله را رد کرده و آن را دفاع مشروع حوثی‌ها در برابر فشار عربستان توصیف کرده. پیش از این وزیر خارجه آمریکا بی تعارف گفته بود که کار ایران است. آیا از واشنگتن صداهای متناقض به گوش می رسد؟ ریاض به نظر سردرگم می آید. چرا؟ بیشتر در این باره حرف می زنیم. اول گزارشی از ژاره گل. تحقیقات درباره حملات شنبه گذشته به بزرگترین تأسیسات نفتی عربستان سعودی ادامه دارد. حملاتی که قلب اقتصاد این کشور را نشانه گرفت. مقامات بلندپایه آمریکایی به شبکه خبری سی بی اس گفتند که حملات از جنوب ایران و شمال خلیج فارس انجام شده است. آنها میگویند مجموعه ای از پهپادها و موشک ها در نزدیکی مرز با عراق برخاسته و در سطح پایین بر فراز جنوب عراق و کویت وارد حریم هوایی عربستان سعودی شدند و تأسیسات نفتی این کشور را هدف گرفتند. جدد الملك التأكيد على قدرة المملكة على التعامل. ساعتی پیش شورای وزیران عربستان سعودی اطلاعیه درباره این حملات منتشر کرد. پادشاهی عربستان حملات به تأسیسات نفتیش را مذبوحانه خوانده، اما اشاره‌ای به احتمال حمله از خاک ایران به این کشور نشده است. ما معتقدیم راحل یمن. مقامات جمهوری اسلامی ایران اتهام دست داشتن در حمله به تأسیسات نفتی عربستان را رد کردند. کاری که مردم یمن انجام میدن دفاع مشروع از خودشون هست، حمله متقابل هست. تأتی هذه العمليه. پس از حملات شنبه گذشته شبه نظامیان حوثی یمن که از حمایت ایران برخوردارند مسئولیت این حملات را به عهده گرفتند. آنها مدعی شدند که با 10 پهپاد به تأسیسات نفتی عربستان حمله کردند. ما خواهان موشک های بالستیک بیشتری هستیم تا حملات دردناکتری علیه بیمان ها، منافقین، آمریکا، اسرائیل و سعودی ها انجام دهیم، تا حملات بیشتری به قلب سعودی ها بکنیم. وزیر دفاع آمریکا این حملات را بی سابقه خوان و گفته ارتش این کشور برای واکنش آماده می شود. این در حالی است که رئیس جمهوری این کشور دیروز گفت ترجیح می دهد از جنگ پرهیز کند.
The Saudis want very much for us to protect them, but سعودی‌ها می‌خوان از اونها حفاظت کنیم، اما باید با سعودی‌ها به راه حلی برسیم. به اونها حمله شده، نه به ما. ما مطمئناً به اونها کمک خواهیم کرد. متحد خوبی برای ما بودن. در طول چند سال گذشته 400 میلیارد دلار در کشور ما خرج کردند. در چند روز گذشته تنش بین ایران و آمریکا به مرحله خطرناکتری رسیده است. دونالد ترامپ گفته به فشارهای حداکثری برای کشاندن رهبران ایران به میز مذاکره ادامه می‌دهد. که هی اصرار کنند که بیایید. اما رهبر ایران امروز بار دیگر هر گونه ملاقات با آمریکایی‌ها را مردود دانست. هیچ گونه مذاکره‌ای در هیچ سطحی بین مسئولین جمهوری اسلامی و آمریکایی‌ها اتفاق نخواهد افتاد. منطقه خلیج فارس از نیروها و ادوات نظامی کشورهای منطقه و آمریکا پر شده. فرماندهان نظامی دو کشور از آمادگی برای جنگ سخن میگویند. یگانهایی که در تماس هستن با همدیگه در منطقه ممکنه اینها وارد جنگ ناخواسته بشن. هر حادثه خواسته یا ناخواسته میتواند ایران را به جنگی تمام عیار با آمریکا و کشورهای منطقه وارد کند. ژیورگل، BBC. خشایار جنیدی همکارم از واشنگتن با ماست. خشایار، هر از گاهی خبر تازه میاد، از تازه ترین ها بگو، خصوصا از آمریکا. آخرین خبری که داریم این هست که اونطوری که شبکه CBS الان داره گزارش میده، این هست که کارشناسان آمریکایی در عربستان سعودی در محل حمله حضور دارن و بقایایی که به دست اومده از ادواتی که برای حمله به استفاده شده رو بررسی کردند. طبق گفته CBS آمریکایی ها تونستند که از تسلیحات مورد استفاده رو شناسایی کنند و ربطش به ایران رو مشخص کنند و یک اسناد مدغنی دارن که نشون میده این موشک ها و پهپادهایی که در حمله علیه پالایشگاه عربستان بوده از سوی ایران بودن، از طرف ایران اومده بودن. منتها قبلا هم CBS و دیگر خبرگزاری‌ها در آمریکا به نقل از مقام‌های ارشدی که نامشون رو منتشر نکرده بودن گفته بودن که آمریکایی‌ها شناسایی کردن محلی که برای پرتاب موشک‌ها و این پرتاب پهپادها به سمت عربستان از خاک ایران استفاده شده. محلش مشخص است، به گفته اونها جنوب خاک ایران در منطقه علیه شمالی خلیج فارس. منتهی سند و شواهدی که بر مبنای او دارند میگن محل رو شناسایی کردن ارائه ندادن. گمان بر این هست که تصاویر ماهواره‌ای دارن که شاید بعداً بخوان منتشر کنند. همزمان اعلام شده که مایک پومپئو عصر امروز به عربستان سعودی برای رایزنی‌های بیشتر سفر خواهد کرد. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا است. خشایار، واکنش های زیادی هم داشته خصوصا در آمریکا، از تازه ترین واکنش ها هم بگی بد نیست. سوالی که مطرح شده این هست که آقای ترامپ در روز گذشته، در دو روز گذشته، برخلاف بعضی از دیگر از مقام های آمریکایی که به طور مستقیم ایران رو مقصر قلمداد کردند، سعی کرد ایران رو متهم نکنه، صرفاً صحبت از این کرد که برفرض میدونیم کی پشت این حمله بوده، یا که جای دیگر گفت که ایرانی ها زمانی که پهپاد ما رو سرنگون کردن به گفته او به دروغ ادعا کردن در حریم هوایی خودشون بوده، ولی بعدا مشخص شد اینطور نبوده. به نحوی خواست نشون بده که میدونه ایرانی ها، یعنی به قطع با قاطعیت نگفت. حالا سوالی که مطرح کردن این هست که چرا آقای ترامپ با اینکه آمریکایی‌ها میگن اسنادی در این باره دارن با قاطعیت قبلا صحبت نکرده. سخنگوی کاخ سفید در این باره گفته که آقای ترامپ بسیار میخواد محتاط عمل کنه در این باره، بدون اینکه تا قبل از اینکه اسناد قطعی، شواهد قطعی به دست نیومده، نمیخواد به طور با قاطعیت ایران رو متهم کنه، چرا که اون وقت مردم آمریکا میان میگن آقای ترامپ در پی جنگ افروزی هست و او با چشم باز داره سعی میکنه در این راستا هم حرکت کنه. مایک پنس معاون آقای ترامپ هم در سخنانی که هم یکی دو ساعت پیش در واشنگتن داشت به این نکته اشاره کرد که آمریکا همه اسناد و مدارک و شواهد رو داره بررسی میکنه تا بر اساس اونها و بر اساس رایزنی هایی که با متحدان آمریکا صورت خواهد گرفت در روزهای آینده آقای ترامپ بخواد تصمیمی خودش رو بگیره که چه واکنشی آمریکایی‌ها انجام خواهند داد.
با این حال آقای پنس سخنان آقای ترامپ رو تاکید کرد که آمریکایی‌ها خشاب گذاری شده آماده شلیک هستند و در دفاع از منافع خودشون و همینطور متحدانشون کوتاهی نخواهند کرد و میخوان که دیگران در این باره دوچاره اشتباه نشن. ممنونم از همکارم خشایر جنیدی از مقابل کاخ سفید در واشنگتن با ما. همین الان تصاویر زنده‌ای داریم از ریاض پایتخت عربستان، جایی که از جده در عربستان سعودی ببخشید، جایی که عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی عربستان در یک نشست خبری شرکت کرده. عبدالعزیز بن سلمان برادر محمد بن سلمان ولیعهد و فرزند پادشاه عربستان هست، ملک سلمان. هنوز این نشست شروع نشده ولی خب همونطور که میبینید آهسته آهسته دارند میان. او به تازگی به این سمت منصوب شده، قبل از او خالد فالح وزیر انرژی عربستان بود ولی خب تغییرات و تحولات زیادی در هیئت حاکمه عربستان سعودی اخیراً رخ داده. یکی از چیزهایی که انتظار میره دربارش صحبت بکنه همین حمله است. قبلا در اظهار نظرهای او گفته بود که عربستان سعودی سعی میکنه که با ذخایری که داره، نفتی که ذخیره داره، کمبود رو جبران بکنه. میدونیم که 5,700,000 بشکه از تولید روزانه عربستان سعودی به دلیل این حملات از رده خارج شده، از تولید روزانه کاسته شده. بیشتر از نیمی از تولید روزانه عربستان سعودی است. چنین چیزی در تاریخ این پادشاهی سابقه نداشته، در تاریخ انرژی دنیا هم کم سابقه بوده، در 20-30 سال اخیر بسیار کم سابقه است. همه انتظار دارن ببینن که عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی عربستان سعودی در این باره چه خواهد گفت. به محض اینکه اطلاعات تازه‌ای از این نشست خبری به دست ما برسه حتما با شما در میون خواهیم گذاشت. فعلا البته دو مهمان داریم. پوریا آسترکی، کارشناس و تحلیلگر رسانه‌ای و کاربرد رسانه‌های اجتماعی از تهران با ماست. آقای آسترکی معتقدن که آمریکا توپ رو در زمین عربستان سعودی انداخته و همزمان سعودی‌ها هم می‌دونن که اعلام کردن ایران به عنوان عامل حمله به معنای جنگ و خسارتی جبران ناپذیره. مهدی جلیلی تهرانی، کارشناس امنیت بین‌الملل، هم از نیویورک با ماست. آقای جلیلی تهرانی معتقدن حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی نشون داد تا زمانی که یک عامل به گفته آقای جلالی شرور تنبیه نشه، شرارت خودش رو افزایش خواهد داد. در نظر آقای جلالی تهرانی راه جلوگیری از جنگ فقط متوقف کردن اون با حملات تنبیه و بازدارنده علیه ایران هست. سوال اول رو اجازه بدید که من از آقای آسترکی بپرسم. ایران در مزان اتهام آقای آسترکی، از منظر سود و زیان اگر نگاه بکنیم، این حمله اگر کار ایران باشه به خطرات اون میارزه؟ درود بر شما. عرض کنم که اینکه ایران در این حمله نقش داشته موضوع مستندی براش وجود نداره. چند وقت پیش هم خانم نیکیلی یه مقدار آهنکاری نشون داد که روش با اسپری زده بودن میدین ایران و ادعا کرد که موشکی که ریاض هدف گرفته ایرانی بوده. برصورت این ادعا مطرحه ولی دلیلی براش نیست، مستند نیست. یه چیزی که خیلی جای شک ایجاد میکنه در مورد این ادعا این است که مقامات آمریکایی به صورت شناسا و به صورت علنی حاضر نیستند در این مورد اظهار نظر کنند و همیشه یک مقام مجهولی، یک مقام ناشناسی در این مورد در این دو سه روز اظهار نظر کرده و یعنی حتی حاضر نیستند در حد یک اظهار نظر، یک مقام دست چندم آمریکایی مسئولیت رو بپذیره. بنابراین به نظر نمیاد که این حملات از ایران صورت گرفته باشه. با توجه به موقعیتی که خلیج فارس داره، یعنی این منطقه‌ای که مورد هدف قرار گرفته بین کویت هست که اونجا نیروهای آمریکا حضور دارند و پایگاه ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا و خیلی خیلی بعیده که این حمله از ایران صورت گرفته باشه و از نظر رصد و رادار اینا نتونسته باشن ببینن و نتونسته باشن پیشگیری کنن و مستندی نداشته باشن.
بنابراین من خیلی قائل نیستم این هم به کار ایران مجدد. آقای جلی تهرانی، دیشب آقای ترامپ هم کم و بیش حرفش این بود که عجله نمی کنیم، هنوز مطمئن نیستیم. با این حساب چطور بعضی از مقام های آمریکایی، البته قبل از اونها هم آقای پومپو وزیر امور خارجه، اینطور مستقیم انگشت اتهام رو به سمت ایران اشاره کردند؟ بله، خب بسیار واضحه. یعنی من پاسخی که به این موضوع دارم نگاه کردن از طرف دیگر قضیه است. فرض کنید بر فرض محال که این واقعا یک نوع تجاهل محسوب میشه، بر فرض محال که جمهوری اسلامی در این حمله نقش نداشته، خب پهبادهایی که به کار رفته اینها مشخص هستش. مثلا حوثی‌ها، یعنی این قصه‌ای که بافتن که کسی باور نمی‌کنه که حوثی‌ها بتونن یه همچین توانایی رو داشته باشن چنین کاری رو بکنن. پس بنابراین جمهوری اسلامی قبل از هر چیز باید حدس می‌زد که حداقل اتهام این حمله، در بهترین حالت دیگه بخوایم انکار بکنیم، حداقل اتهام این حمله به جمهوری اسلامی برخورد خواهد کرد و مجبور هستش که در این زمینه هزینه بده. اما از باور من مشخص هستش که این کار کار جمهوری اسلامی بوده، از هر جانبی که صورت بگیره، حتی اگر از حوثی ها باشه و این قصه رو ما بخوایم بپذیریم. و جمهوری اسلامی هم در روند حرکت خودش نشون داده که هر چقدر مورد تقابل، یعنی با هیچ مقاومتی در قبالش نباشه، حرکت های شرورانه خودش رو افزایش میده. این هم که آمریکا داره نسبت به این موضوع یه مقداری هم از طرفی میگن عملا که جمهوری اسلامی هست و هم از طرفی هم یه مقداری عقب نشستن، این در واقع میتونم بگم فشاری است که آمریکا داره به سعودی میاره، به خاطر اینکه از جهت اشراف اطلاعاتی که شکی نیستش آمریکا خیلی بیشتر از سعودی اطلاعات داره. تازه الان از دیروز شروع کردن یک سری مبادلات اطلاعاتی داشتن، قبلا آمریکا انقدر اطلاعات به سعودی نمیداده. بله. اما این دلیلش مسئله اطلاعات نیستش که سعودی اعلام بکنه که مقصر ایرانه. آمریکا داره به سعودی میگه که باید پای اتفاقی که افتاده بایستی، خودت باید بیای جلو. مقامات سعودی هم اعتماد به آمریکا ندارن. بسیار خوب. خوب همین، اجازه بدید که اینو هم از آقای آسترکی بپرسم. اینی که به سعودی ها بگن کم و بیش مشکل خودتون جمعش بکنید از جهاتی، حالا ما هم اگه دستمون رسید کمک میکنیم، چه پیامی میتونه داشته باشه؟ چه مفهومی میتونه داشته باشه؟ پیامش ادامه روندی است که آمریکا از ابتدا در مورد حمله سعودی به یمن داشته. آمریکا از ابتدا از این حمله حمایت کرده، تسلیحات در اختیار سعودی گذاشته. اون بمبایی که مردم یمن روش کشته میشن امریکایی هستن، اون هواپیماهایی که این بمبا رو حمل می‌کنن امریکایی هستن، بریتانیایی هستن و حتی تانکرهای سوخت‌رسان آمریکا به این جنگنده‌ها کمک می‌کنن. بنابراین این یه روندی که آمریکا حمایت کرده از حمله سعودی به یمن، ولی خودش حمله نکرده. الان هم میگه این باطلاقی که درست کردی در یمن خودت جمع کردی. اینا عواقب اون بلند پروازی بن سلمان هست و عواقب کاریست که سعودی انجام بده. یعنی اینا رفتن 4.5 سال الان یمن تحت فشار، بزرگترین فاجعه انسانی امروز در یمن اتفاق افتاده از نظر قحطی، مرگ کودکان، بمباران خانه ها و تمام اینها یه مسئله خیلی واضحیه. ما تو فارسی عبارت جالبی داریم، ما همیشه میگیم زد و خورد، نمیگیم زد، نمیگیم تو خیابون دیدیم یکی زد، میگیم تو خیابون زد و خورد شد و هر زدن یه خوردنی داره و سعودی داره در واقع هزینه این جنایات یمن رو میده. روسیان از هر ابزاری که بتونن استفاده میکنن، حق مشروعشونه که از خودشون و مردم یمن دفاع بکنن و این اتفاق داره میفته. و اینجا اگر که قرار باشه، چون ممکن است که مثلا این پهپاد با کمک ایران یا بر اساس یک نقش ایرانی یا توسط ایران ساخته شده باشه یا این موشک یا اون بمب و به این واسطه ایران بخواد مسئولیت متوجهش باشه، خب چه مسئولیتی متوجه بریتانیا و آمریکاست توی فاجعه انسانی یمن؟ چه پاسخی اونها داشتن و چه تنبیهی براشون صورت گرفته؟ آمریکا الان هم همین الان به سعودی میگه من می‌خواستم به اسلحه بفروشم، فروختم، تو رفتین جنایات انجام دادید، 4 سال اونجا داری بمباران می‌کنی بی نتیجه. یعنی اگر سعودی دستاوردی داشت باز آدم میگه خب یه دستاوردی به دست آورده، بی نتیجه داره مردم رو می‌کشه. و خب آمریکا الان میگه که بقیه رو هم خودت جمع کن.
و کارشناس شما هم دیشب اشاره کنید که کارشناس عربستانی شما که خودش عربستانیه خیلی اشاره جالبی کرد، گفت این پیام واضحه عربستان که باید مسئله یمن رو تمام کنه. خیلی زود خورید همین حرف رو آقای ظریف هم زدن در پیامی که بر روی توییتر منتشر کرده. آقای ظریف گفته که اگه آمریکا بر این باوره که قربانیان یمنی 4 سال جنایت جنگی رو تحمل میکنن و مقابله به مثل نمیکنن، حقیقت رو داره انکار میکنه. آقای ظریف اضافه کرده که شاید از این شرمنده هستن که صدها میلیارد دلار سلاح نتونسته جلو آتش یمنی ها رو بگیره و دارن سعی میکنن که ایران رو مقصر جلوه بدن، بهترین راه حل برای همه پایان جنگ. این چیزی که آقای ظریف گفته. آقای جلالی تهرانی، در هر صورت آنچه که رخ داد صرف نظر از اینکه کار کی بوده، نشان دهنده این است که عربستان سعودی بسیار آسیب پذیره، اینطور فکر نمی کنید؟ قطعا همینطور هست. ببینید من فقط یک اشاره به موضوع یمن بکنم. مسئله یمن این که در عربستان سعودی در یمن جنایت انجام داده، به نظر من انجام داده، این که سیاست موفقی نداشته به نظر من موفق نبوده، ولی اصلا مسئله یمن در این معادله وجود نداره. این فقط یه حرفیه که حوثی‌ها زدن، گفتن که حمله از جانب ما صورت گرفته، هرچند که اون وضعیت قحطی فاجعه انسانی که در یمن هستش به نظر من جمهوری اسلامی بیشتر مقصر هست تا عربستان. اما از موضوع یمن بگذریم. بله طبیعتا الان خیلی واضح هستش با دقتی که در این کار صورت گرفته، که دقیقا همین این شک رو برای ما ایجاد میکنه که این کار یمنی ها نمیتونه باشه، در این حملات صورت گرفته، نشون میده که جمهوری اسلامی برنامه موشکیش برنامه بسیار پیشرفته‌ایه و هر چقدر دیرتر جلوی اون گرفته بشه خطرات اون بیشتر خواهد بود و سعودی هم آسیب پذیرتر خواهد بود. آقای جلالی تهرانی هر و همینطور آقای آسترکی با ما باشید. تصاویر زنده‌ای داریم از نشست خبری عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی عربستان سعودی که لحظات پیش شروع شد. آقای بن سلمان تا اینجا گفته که تولید نفت عربستان سعودی به زودی از سر گرفته میشه به اندازه‌ای که قبل از این حمله ها بوده. گفته که احتمالاً تا آخر ماه سپتامبر، یعنی حدوداً 2 هفته دیگه، به ظرفیت قبلی برمیگرده. قبل از این هم به رسانه‌ها گفته بود که ذخایر استراتژیک عربستان سعودی به اندازه کافی هست، اگر کاهشی در تولید روزانه عربستان سعودی شاهد هستیم این کاهش با ذخایر استراتژیک نفت عربستان سعودی جبران میشه، بنابراین عربستان سعودی میتونه به تعهدات خودش در قبال مشتریان خودش عمل بکنه و سعی کرد که به بازار اطمینان بده. ولی نباید فراموش بکنیم که یکی دو تا از مؤسسه های بسیار معتبر ریسک سنجی از جمله مؤسسه INP حدود یکی دو ساعت پیش اخباری منتشر کردن و در اونجا ارزیابی خودشون رو منتشر کردن و گفتن که به نظر اونها بعید به نظر میاد که در هفته های آتی عربستان سعودی بتونه به میزان قبل به ظرفیت گذشته برگرده و حتی یکی از اونها چند ماه رو عنوان کرده بود به مدت، به عنوان مدت زمانی که عربستان سعودی شاید بتونه وضعیت تولید و صادرات نفت خودش رو به حالت عادی در بیاره. در هر صورت آقای جلالی تهرانی و همینطور آقای آسترکی با ما هستند. آقای آسترکی، آقای جلالی تهرانی اشاره کردند که باید جلو ایران گرفته بشه، منظورشون هم مداخله نظامیه، حالا از هر طرف، شاید اسرائیل یا آمریکا یا عربستان سعودی، این چاره کار هست از نظر شما؟ این میتونه مشکل رو حل بکنه؟ من ابتدا متاسفم که یک ایرانی به این راحتی حرمت وطن رو میشکنه و از حمله نظامی به ایران دفاع میکنه، باعث کمال تاسف منه در این گفتگو. اما از نظر تحلیلی باید اینو خدمت عرض کنم که ببین، ایران رفته و یک قراردادی بسته. به این قرارداد بنابر تایید بیش از 10 بار تایید مراجع بین المللی تا زمانی که آمریکا از برجام خارج نشد پایبند بوده، پایبندی کامل داشته و موافقت رو به موقع و درست اجرا کرد. این قرارداد در ایران مخالفای زیادی داشته.
بسیاری از اون منتقدین مشخص شده که بعضی از انتقاداتش هم انتقادات منطقی بوده و درست انتقاد کرده بودن و درست نکات منفی اون قرارداد برجام رو دیده بودن. روند حوادث جوری بود که ما فکر می‌کنیم که قدر مقدور ایران در اون شرایط این قرارداد بود، یعنی این تیمی که رفت مذاکره کرد با تخصص، تعهد، توانایی، زحماتی که کشید تونست این رو به دست بیاره. به صورت قرارداد از نظر ایران ایراد داشته. همین ایراد رو ممکنه طرف مقابل هم در قرارداد دیده باشه، کما اینکه آقای ترامپ معتقد بود که این قرارداد ایراد داره. ایران چیکار کرد؟ ایران حاکمیت عملگرایانه و خردمندانه یک پارچه از این قرارداد حمایت کرد و بهش پایبند بود. آمریکا چیکار کرد؟ از قرارداد خارج شد. تمام این فشارها به ایران یک جنبش اینه که اصل قضیه اینه که اونها از یک تعهد خودشون خارج شدن. ایران اینجا نه یاقیگری کرده، نه شورش کرده، نه زور گفته، نه زیرزمینی کاری کرده، نه گول زده کسی رو، نه تجاوز به جایی کرده. به یک طرفی عهدشکنی کرده، نه تنها عهدشکنی کرده، تحریم‌های ظالمانه‌ای رو هم برای مردم تحمیل کرده. بنابراین می‌بینیم که ایران در حال مقاومت و دولت ایران، حکومت ایران متعهد در قبال زیست، امنیت و معیشت 80 میلیون شهروندش و باید موظف در قبال این مردم و تاریخ از هر ابزاری برای دفاع از این ملت الان استفاده بکنه. و این حق طبیعی ماست. آقای جلال تهرانی، شما گفتید که حمله صورت بگیره به ایران، از باید در حقیقت با یک اقدام نظامی ایران رو مهار بکنند. تصاویری که دیده شد با دقتی که به کار رفته در زدن تأسیسات نفتی عربستان سعودی که شما معتقدید کار ایران بوده، آیا نشون نمیده که اگر ایران بخواد این توان رو برای زدن اهداف دیگه در عربستان سعودی یا کشورهای دیگه شیخ خلیج فارس یا حتی ناوهای آمریکایی به کار ببره، در اون صورت جنگ آسونی نبود؟ و از کجا معلوم که طرف مقابل ایران برنده این جنگ باشه؟ بله، اجازه میدید من اول پاسخ آقای آسارکی رو بدم در مورد ببینید، من هم از این بابت متاسفم که یک شهروند ایرانی که برای ایران دلش میسوزه و جمهوری اسلامی رو یک رژیم غاصب میدونه، او باید شاکی اول این ماجرا باشه. اول باید خطابش رو به جمهوری اسلامی بگذاره، بگه تو داری با این حرکت‌های شرورانت امنیت من شهروند رو به هم میزنی. بنابراین نه ترامپ، نه سعودی، نه اسرائیل، هیچ کس دیگه شاکی اول نیست، ما شاکی اول هستیم. ما باید گریبان جمهوری اسلامی رو به عنوان شهروند ایرانی بگیریم و جلوش رو تا اونجا که ممکنه بگیریم و حتی از کمک خارجی برای جلوگیری ازش استفاده بکنیم، به جهت اینکه همین کار رو، همین شرارت ها رو با خود ما شهروندان داره انجام میده. الان احکامی که وجود داره به زندانیان سیاسی که داریم میبینیم، همه اینها نشون میده که جمهوری اسلامی داره گستاختر و گستاختر میشه، به خاطر اینکه دست بالای خودش رو در منطقه داره میبینه و هیچ کسی جلودارش نیست. تمام تهدیدها از جمهوری اسلامی است. و اما فکر نمی‌کنید که این جنگ میتونه جنگ بسیار پرمخاطره‌ای باشه و برد یک طرف تضمین شده نیست درش؟ بله، این جنگ میتونه پرمخاطره باشه، به جهت اینکه سعودی هم همین نگرانی رو داره. کسانی که با سیاست دنیای عرب آشنا هستن این رو میدونن که سعودی از ابتدا، یعنی از سالها پیش، دهه‌ها پیش، هیچ وقت اعتماد کامل به آمریکا نداشته. در دوره اوباما کمترین حالتش شد. الان هم نمیدونه که ترامپ یک دفعه حرفش رو عوض نکنه. ولی از اون طرف ترامپ داره فشار میاره که میگه که باید خودتون مسئولیت بپذیرید. این مسئولیت رو هم الان تنها کسی که داره اجرا میکنه اسرائیل هستش، که به پایگاه‌های موشکی جمهوری اسلامی داره حمله میکنه، چه در عراق چه در سوریه. اما از سوی دیگه احتمال گسترشش وجود داره. وقتی سناتوری مثل سناتور لینزی گراهام یا هر سناتور دیگه پالایشگاه‌های نفتی باید حمله بکنید، خطره. فقط باید پایگاه‌های موشکی ایران رو زد که احتمال ریتالیشن یا در واقع اعدام ایران جلوگیری بشه. بسیار خب. آقای آسترکی، خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه شما میتونید جمع‌بندی بکنید و همین زمان هم به آقای آسترکی داده میشه. بفرمایید، خواهش میکنم. این که در ایران مسائلی هست، توجیهگر بمباران این مردم نیست. این رو من خیلی واضح بگم. بسیار از این مسائل هم ساخته رسانه هاست. بعضیاش هم حتما مسئله است، مثل اینکه هر کشور دیگه هم مسائلی داره، دلیل نمیشه برام بمبارانش کنن. اما یه نکته خدمتتون میگم، امروز
بحثی که داوود این بود که آیت الله خامنه‌ای گفتم که مذاکره نمی‌کنیم تا آمریکا به برجام برگرده. در واقع خیلی واضح سیاست کلی کشور مشخصه، چون اون از برجام خارج شده و اگر مشخص فشار به ایران و زورگویی به ایران جواب میده، این زورگویی یک روند مستمر خواهد بود و این اولین پلش نخواهد بود. خانم مرکل دقیقاً حرف آقای خامنه‌ای رو با ادبیات خودشون زدن. خانم مرکل گفتن که ریشه تنش‌ها وقتی خشک میشه، این تنش‌ها وقتی در خاورمیانه کاهش پیدا میکنه که آمریکا به برجام برگرده. این صحبت خانم مرکله. بنابراین موضع ایران اتفاقاً برابر با قوانین بین‌المللی نشرارت و تحت و زیر نظر در واقع مرجانه و تحت تایید همه اونهاست. بسیار خوب. بنابراین ما اینجا در واقع طرف مظلوم و خردمند و عاقل قضیه هستیم و شرور جای دیگه نشسته. بسیار خوب. آقای جلی تهرانی، شما هم 30 ثانیه وقت دارید. بازگشت به برجام به عنوان یک راه حل مطرحه. خیر، ما از به خصوص الان هم که در مورد ترقوزآباد به عنوان نشانه معلوم شد که جمهوری اسلامی قابل اعتماد نیست، به خصوص ما از جانب از جایگاه شهروند ایرانی هیچ اعتمادی به جمهوری اسلامی نداریم. همه چیز رو دروغ میگن. از اول واقعا تکیه به برجام نداشتن و تقلب کردن در این زمینه. الان آژانس این رو طرح کرده، خیلی واضح هست. من هم در مورد اون چیزی که پیونیتیو استرایک یا حملات تنبیهی و بازدارنده و محدود هست، این رو به عنوان تنها راه جلوگیری از جنگ گسترده طرح کردم. این باید فرد شرور جلوش گرفته میشه، وگرنه جمهوری اسلامی است که این جنگ رو به صورت گسترده انجام میده. ممنونم از مهدی جلیلی تهرانی از نیویورک با ما و همینطور پوریا آسترکی از تهران با ما. رئیس جمهوری آمریکا معلوم نیست که بالاخره تصمیم به جنگ خواهد گرفت یا نه. کسری ناجی در گزارشی میگوید او میخواهد که عربستان و کشورهای دیگر منطقه و متحدان آمریکا در هر نوع اقدام نظامی نقشی در بار و هزینه آن داشته باشند. حمله روز شنبه به بزرگترین پالایشگاه نفت عربستان سعودی انتظار می‌رود قیمت بنزین را در جایگاه‌ها در آمریکا افزایش دهد. خبری بد برای رئیس جمهوری آمریکا که خودش را برای انتخابات و دور دوم ریاست جمهوری آماده می‌کند. اگرچه او امیدوار است با به بازار آوردن بخشی از ذخایر استراتژیک آمریکا جلوی این افزایش را بگیرد. اما رئیس جمهوری آمریکا می‌داند که احتمالاً نمی‌تواند چنین حمله‌ای را نادیده بگیرد و باید به آن واکنش نشان بدهد. حمله‌ای که حالا بزرگترین بحران سیاست خارجی او نزدیک به 3 سال ریاست جمهوریش محسوب می‌شود. حمله‌ای که میلیون‌ها بشکه نفت را از بازار جهانی خارج کرد و قیمت نفت را با بزرگترین جهش در سال‌های اخیر به اندازه زیادی افزایش داد. حالا رئیس جمهوری آمریکا گفته آماده ی حمله است، اما منتظر است که کاملا روشن شود که این حمله دقیق و حساب شده که در آن از دست کم 17 پهپاد و موشک استفاده شده کار کیست. تحقیق کنندگان آمریکایی و عربستانی حالا میگویند حمله به احتمال قوی از پایگاه‌های در جنوب ایران در کنار مرز عراق انجام شده. اما حمله به ایران ممکن است هم آسان باشد هم بسیار خطرناک. آسان از این نظر که هدف‌های زیادی وجود دارد، از جمله پالایشگاه‌های بزرگ ایران در اصفهان و در نزدیکی بندر عباس و پایگاه‌های سپاه. اما ایران هم تماشاگر نخواهد نشست. حمله روز شنبه نشان داد که عربستان و تأسیسات نفتی و حتی دفاعیش می‌تواند در مقابل حملات موشکی ایران آسیب‌پذیر باشد. نیروهای آمریکایی هم در میان این دو در منطقه در معرض خطر حملات موشکی ایران خواهند بود. ایران دست کم 7 سکوی نفتی هم در آبهای خلیج فارس دارد که یکی از آنها قبلا هم تقریبا 30 سال پیش در جریان جنگ ایران و عراق از سوی آمریکا به آتش کشیده شد. رئیس جمهوری آمریکا دیروز اینجا گفت نمیخواهد به جنگ برود، ولی جنگ بعضی وقتا لازم است. او گفت نتیجه تحقیقات را به محض روشن شدن اعلام میکنیم، اما به نظر میرسد ایران پشت این حمله بود. در جده پادشاه عربستان امروز سرگرم سبک و سنگین کردن گزینه‌هایش است. او گفته است این کشور توانایی پاسخ به حمله را دارد. در تراز توان نظامی ایران و عربستان، دو طرف در یک جنگ نقاط قوت و ضعف خودشان را دارند. ایران از نظر تعداد موشک‌ها به نظر می‌رسد در موقعیتی بهتر است،
و عربستان از نظر هواپیماهای پیشرفته و بروز. حمایت آمریکا از عربستان می تواند تعیین کننده باشد. پادشاه عربستان زیر فشار آمریکا است که بخش مهمی از بار و هزینه این جنگ را به عهده بگیرد. همینطور کشورهای منطقه و متحدان آمریکا. کسرو ناجی، بی بی سی. باید اضافه بکنم که لحظات پیش رئیس جمهوری آمریکا گفته که ترجیح میده با حسن روحانی ملاقات نکنه، البته در حاشیه نشست شورای امنیت، در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که قراره هفته بعد شاهد سخنرانی آقای ترامپ و یک روز بعدش هم شاهد سخنرانی آقای روحانی باشه. از ایرواند ابراهامیان، نویسنده و پژوهشگر تاریخ، پرسیدم که تنش بین ایران و آمریکا به کدام طرف پیش می‌رود. فکر نمی کنم احتمال وقوع جنگ وجود داشته باشه. بیشتر به خاطر اینکه در آمریکا کارزار انتخاباتی رو شروع کردیم و در طول کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری هیچ نامزدی به خصوص رئیس جمهور دوست نداره که راجب جنگ صحبت کنه. به همین دلیل همیشه راجب داشتن یه برنامه سری صلح صحبت میکنن. پس من دلیلی نمی بینم که ترامپ در حین کارزار انتخاباتی جنگ طلبتر بشه. خطر در طولانی مدته. اگه دوباره انتخابات بشه، براش وسوسه کننده است که به ایران حمله نظامی بکنه. به این خاطر که یک سنت قدیمی در تاریخ آمریکا وجود داره که برای اینکه رئیس جمهور خوبی باشید، باید رئیس جمهور جنگی خوبی باشید. و ممکنه ترامپ این توهم رو داشته باشه که اگه ایران رو شکست بده، به عنوان یک رئیس جمهور خوب در تاریخ ازش یاد میشه. مشکل این فکر وسوسه انگیز اینه که باید یک جنگ موفق داشته باشین تا به عنوان رئیس جمهور جنگی شناخته بشین. و این همیشه خیلی راحت نیست. بوش پدر و پسر این رو متوجه شدن و مسلماً لیندن جانسون این رو در ویتنام متوجه شد و همچنین نیکسون. در تاریخ آمریکا این وسوسه وجود داره که اگه میخواین به عنوان رئیس جمهور خوب در تاریخ ازتون یاد بشه، باید رئیس جمهور جنگی باشین. و این فقط برای فرانکلین روزولت بود که صادقانه به دلایل دیگه‌ای در جنگ موفق شد. از طرفی هم گفته میشه که اگر ایران به همین شکل پیش بره، ممکنه که پیامدهای زیادی برای سیاست‌های آمریکا در منطقه داشته باشه. می‌دونیم که تأمین امنیت انرژی در منطقه خلیج فارس همیشه برای رئیس جمهوری‌های آمریکا یک اولویت بوده و در مورد اون کمترین مصالحه‌ای نمی‌کردند. من فکر نمی‌کنم آمریکایی‌ها از خلیج فارس خارج بشن. چه اقداماتی مثل اقدامات ایران آمریکا رو وسوسه به جنگ بکنه یا چیز دیگه ای اتفاق بیفته، حضور آمریکا ادامه خواهد داشت. ممکنه خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و افغانستان رو کند بکنه، اما باعث خروج ناوگان دریایی آمریکا به ویژه از خلیج فارس نخواهد شد. اما فرق زیادی هست بین حضور در منطقه و استفاده از این حضور برای حمله به ایران. اگه آمریکا این کار رو بکنه، ایران اقداماتش رو تشدید خواهد کرد، چه از طریق اقدامات هسته‌ای و چه از طریق سخت کردن زندگی برای نیروهای آمریکایی در منطقه. این چیزیست که پنتاگون اون رو به دقت در نظر خواهد گرفت. در نهایت آیا راه حلی وجود داره؟ ما در دو سه ماه اخیر از هر دو طرف افزایش تنش‌ها رو دیدیم. آمریکا بر تحریم‌های خودش هر روز اضافه کرده و این طرف هم ایران به نظر میاد که اقداماتی رو دنبال کرده که دست کم به کاهش تنش‌ها ختم نشده. The solution would be going back to the Obama administration period with the nuclear agreement, but Trump. راه حل بازگشت به دوره دولت اوباما و توافق هسته‌ایه. اما ترامپ از اون خارج شده و برای ترامپ خیلی سخته که بگه ببخشید و من برگردم به توافق دوره اوباما. کاری که میتونه بکنه اینه که تلطیفش کنه و بگه من یه توافق جدیدی میخوام. و این توافق جدید در واقع خیلی شبیه همون توافق قبلی باشه که جامعه جهانی خیلی از اون راضی بود. سازمان ملل، وزارت خارجه آمریکا و پنتاگون از اون راضی بود. فقط ترامپ و اسرائیل بودن که اون توافق رو خرابش کرد. یرواند ابراهامیان بود، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. اما در اسرائیل در مورد تنش منطقه ایران چه میگن؟ بریم به تل آویو. مهرداد فرهمند خبرنگار ما اونجاست. مهرداد، از بازتاب این تحولات در اسرائیل بگو. من در این خصوص با برخی از کارشناسان نظامی در اینجا صحبت میکردم، همه میگفتن که این اتفاقی افتاده بیشتر نشون خواهد داد که اسرائیل درست میگه که ایران خطری است برای منطقه و این خطر رو باید کنترل کرد، چرا که الان خاک همسایگانش داره از جانب ایران
تهدید میشه. اما فراموش نکنیم که در اسرائیل انتخابات هست و وگرنه ما از آقای نتانیاهو حتما بیشتر میشنیدیم. معمولا اگر چنین رخدادهایی بین ایران و همسایگانش میافتاد، آقای نتانیاهو حتما توییتی میکرد یا به اصطلاح ابراز وجود رسانه‌ای میکرد، ولی او الان به شدت مشغول انتخاباته که بسیار هم کارزار سختی برای اوست و هنوز هم رأی‌گیری ادامه داره. اما شاید برای بینندگان ما این سوال پیش بیاد که خب اصلا انتخابات اسرائیل چه تأثیری میتونه داشته باشه بر این رویارویی که میان اسرائیل و ایران جریان داره. من بهتر دیدم که این پرسش رو با کسی مطرح کنم که خود رسانه‌های اسرائیلی هم وقتی که میخوان که این سوال بپرسن سراغش میرن، با خانم تمر گیندین که ایران شناسه و روابط ایران و اسرائیل و مسائل بین این دو کشور رو از نزدیک دنبال میکنه. خب این انتخابات اسرائیل نتیجهش اصلا چه اثری میتونه برای ایران داشته باشه؟ خب اگه نتانیاهو دوباره انتخاب بشه که احتمالش بیشتره به نظر من، هیچ فرقی نداره، همینطوری ادامه میده و هر وقت یه تحقیقات و تفحص درباره فسادهای احتمالیه نتانیاهو هست، سراغ ایران میره برای اینکه افکار عمومی را و عنوان روزنامه ها را از خودش منحرف کنه، به ایران جذب کنه. خب میشه نتیجه بگیم که اگر که رقیبش آقای گانتز رای بیاره دیگه که ما ازش در مورد ایران مثل نتانیاهو نخواهیم شنید؟ مثل نتانیاهو نه، خواهیم شنید تا جمهوری اسلامی به اسرائیل تهدید میکنه خواهیم شنید، اما خیلی کمتر. تمام اون به گفته آقای ظریف سیرک های نتانیاهو در رسانه های بین المللی به نظر من در دوره گانتز اگه بشه خیلی کمتر میشه. و آقای گانتز هم خیلی میدونیم که از لحاظ رسانه ای خیلی مثل نتانیاهو سخنور خوبی نیستش، حتی خودش رو به حضرت موسی تشبیه کرده، گفته منم مثل حضرت موسی زبانم میگیره، در این نتانیاهو خیلی خوش سر زبان بود. آره سخنران خوبی نیست، مثل نتانیاهو ماهر نیست، با دوربین داستان عشق نداره مثل نتانیاهو، اما امید و آرزوی دست چپ اسرائیل یا کسانی که از نتانیاهو دیگه دل زده شدن این که برای اسرائیل خب خیلی خوب حرف نمیزنه اما شاید بهتر کار بکنه. اما خب این رویارویی نظامی که هست بین ایران و اسرائیل، اینکه اسرائیل در ماه‌های اخیر نزدیکان ایران رو در عراق، در سوریه، در لبنان هدف قرار داده و اتفاق بی سابقه ای هم هست، آیا این ادامه خواهد داشت؟ آیا آقای گانتز سیاست تغییر میده یا نه؟ سیاست دقیق رو که نمیدونم چون مشاور گانتز نیستم، اما اون چیزی که من میدونم این که حزب گانتز، حزب سفید و آبی، حزب جنرال هاست. بنی گانتز، بوگی یعلون و گابی اشکنازی، یعنی سه نفر از چهار رئیس این حزب جنرال بودن، رئیس ستاد ارتش بوده، نمیذارن که امنیت اسرائیل در خطر باشه. پس اگه به ما حمله بشه فکر میکنم که اسرائیل جواب میده، اما ولی خب البته الان که اسرائیل از جانب ایران حمله بهش نمیشه، بلکه داره پیش دستی میکنه، داره هر احتمالی رو از جانب ایران زودتر داره باهاش مقابله میکنه. متاسفانه من دسترسی به مطالب امنیتی و اطلاعاتی ندارم، فقط اون چیزهایی که در رسانه میخونم، اما امیدوارم و میدونم که اون جنرال ها و نخست وزیر دسترسی به اون چیزها داره، به اطلاعات دارن، اگه نیاز بود حمله میکنن. پس آقای ترامپ چی میشه که دوست صمیمی نتانیاهو بود و در حالی که از جانب میدونیم که آقای گانتز یک نوع ارتباطاتی هم با روسیه داره، آیا این به معنی شکراب شدن رابطه میان، یعنی اگر آقای نتانیاهو به بازه احتمالاً در انتخابات که حالا نمیدونیم، آیا به معنی شکراب شدن رابطه آمریکا و اسرائیل خواهد بود اگر نتانیاهو نباشه؟ خراب شدن که نمیدونم، با اینکه ترامپ گفت که هر یهودی که طرفدار نتانیاهو نیست خیانتگره، اما پس شاید کمی بدتر بشه، اما باید در نظر گرفت که جز آمریکا دیگه دوستی در جهان نداریم. طی دوران نخست وزیری نتانیاهو تمام دنیا از ما متنفر شده و امیدوارم که اگه
بنی گنتس انتخاب بشه بتونه شاید چهره اسرائیل در افکار عمومی جهانی کمی بهتر کنه. البته نه تنها با واژگان بلکه هم با کارها. خیلی متشکرم از شما. تمر دیندین ایران شناس، برمیگردیم به شما جمال. دونم از مهرداد فرهمند همکارم و همینطور میهمانشون در تل‌آویو با ما. و در واکنش به تحولات اخیر آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته است که راه برون رفت از وضعیت فعلی بازگشت به توافق اتمی با ایران یا برجام است. ارنست مونیز استاد فیزیک هسته‌ای و وزیر سابق انرژی دولت اوباما در ماه‌های حساس گفتگوهای برجام به تیم مذاکره کننده آمریکا پیوست و برای حل اختلاف‌ها روزها با علی اکبر صالحی در مورد مسائل فنی تأسیسات هسته‌ای ایران چانه‌زنی کرد. او در نخستین گفتگویش با یک رسانه فارسی زبان از زمان خروج از دولت با ما گفتگو کرد. همکارم بهمن کلباسی از او پرسید که آیا برجام نفس‌های آخر را می‌کشد؟ آقای مونیز می‌گوید که امیدوار است رئیس جمهوری بعدی آمریکا با بازگشت به برجام آن را نجات دهد. با این توضیح که این گفتگو چند روز پیش انجام شده. Well, obviously, with the United States withdrawal and with the راستش با خروج آمریکا از برجام و حالا هم عمل نکردن ایران به تعهداتش توافقنامه به صورت وضوح در شرایط سختی قرار گرفته. ولی هنوز فکر می‌کنم که این توافق کاملا به نفع ایران، اتحادیه اروپا و سه کشور دیگه یه که طرف مذاکرات هستن. اینکه بتونیم به برجام برگردیم یا نه سوال جدایی، اما می‌دونید به نظر من برجام توافقنامه خوبیه، هم برای ما هم برای ایرانی‌ها. ما امیدوار بودیم که برجام زیرساختی بشه برای توافق‌های دیگه با ایران، به خصوص مشکلات منطقه‌ای که چالش بزرگی در روابط دو کشوره. بنابراین فکر می‌کنم اگه تلاشمون رو بکنیم ممکنه بتونیم برگردیم و نه تنها برجام رو زنده کنیم، بلکه حتی موافقت‌نامه‌های دیگه ای امضا کنیم که به نفع همه‌ماست. چقدر امیدوارید که این پیشنهادی که فرانسوی‌ها روی میز گذاشتن، 15 میلیارد دلار اخراج آقای بولتون از سر کارش یا استعفاش، کمک بکنه که ما به همچین توافقی یا حداقل مدتی فضایی برای توافق ایجاد بشه؟ خب فکر میکنم طرح فرانسه ابتکار خوبیه و من راستش از هر ابتکاری که توافق نامه رو زنده بکنه و باعث بشه همه برگردیم به جایی که بودیم استقبال میکنم. اما در واقعیت به نظر من پیشنهاد فرانسه هم نیازمند اینه که آمریکا بعضی کشورها رو از تحریم ها معاف کنه. نکته اینه که تلاش امانوئل مکرون ممکنه گفتگوی کلی را بندازه، اما بدون اقدام خاص کمی سخته. بنابراین اگه آقای ترامپ تصمیم بگیره ممنوعیتی رو برداره، به نظرم به شروع این گفتگوها کمک میکنه. همچون که میدونید در پاسخ ایران بسیاری از بعضی از مفاد برجام رو دیگه اجرا نمیکنه، چقدر نگرانید که ظرفیت برنامه هسته ایران به خاطر این تغییرات به سمت مثلا مسلح شدن و به سمت بمب اتمی بره؟ مسلماً ایران کارهایی کرده، آژانس هم تایید کرده، مثل عبور از مرز 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده و عبور از مرز مجاز غنی سازی که از 3.67% به نظرم به 4.5% رسونده. اینها اقداماتیه که بر اساس تعاریف عبور از خط قرمز محسوب میشه. اما از طرف این کارها برگشت پذیره و فکر میکنم ایران داره قدمهاشو با احتیاط برمیداره. بنابراین شرایط خیلی دراماتیک عوض نشده و ایران به نظرم درها رو برای برگشت همه به موافقتنامه باز گذاشته. اما قطعاً بدون گفتگو این اتفاق نمیفته. و بله، شایعاتی هم بوده که رؤسای جمهوری دو کشور ممکنه در حاشیه نشست سازمان ملل در همین ماه گفتگویی بکنند، اما این اتفاق خیلی خیلی بزرگیه و به نظرم باید فکر کنیم که بن‌بست رو چطور باید شکست. نمیگم یک کار خیلی بزرگ، اما حداقل یک کاری که بتونه در صحبت رو باز کنه و مواضع ایران و آمریکا رو به هم نزدیکتر بکنه. گزارش‌های وجود داره که از آثاری از اورانیوم پیدا شده در برداشت‌هایی که از آژانس کرده، چقدر اینها موجب نگرانی است یا اینکه به نظر شما ممکنه یه چیزی باشه از گذشته و نشانی از مخفی بودن برنامه هسته‌ای نداشته باشه؟ راستش رو بگم جواب این سوال رو نمیدونم، اما واقعیتی که ممکنه ایرانیا دوست نداشته باشن بشنون اینه که خیلی سال پیش آژانس و نهادهای اطلاعاتی آمریکا اسنادی درباره این انبار منتشر کرده بودند که نشون میده ایران تا سال 2003 اونجا فعالیت‌هایی داشته. من نمیدونم آیا این بحث‌های اخیر چیز جدیدی در اون رابطه میگه یا نه، اما نکته کلیدی اینه که ایران به تعهداتش درباره نساختن سلاح هسته‌ای وفادار مونده.
خودم شخصا با این نظر موافقم که تولید سلاح هسته‌ای به امنیت ایران کمکی نمی‌کنه، چیزی که البته ایران هم گفته دنبال تولیدش نیست. بنابراین مهم همه بدونند که برجام با مکانیزم‌های بازدارندش در کنار همکاری ایران با نهادهای بین‌المللی موفق عمل کرده و امیدوارم دوباره به جایی که بودیم برگردیم. نه فقط برجام، بلکه بتونیم با تکیه بر اون برای بقیه مشکلات هم چاره‌ای پیدا کنیم. گفتگوی همکارم بهمن کلباسی بود با ارنست مونیز، وزیر سابق انرژی در دولت باراک اوباما. افغانستان روز خونینی را پشت سر گذاشت. در دو حمله جداگانه نزدیک به 50 نفر کشته شدند و دست کم 80 نفر دیگر زخمی. انفجار نخست در پروان رخ داد. نزدیک گرد همایی انتخابات ریاست جمهوری با دست کم 26 کشته و 42 زخمی. و ساعتی بعد انفجار دوم در کابل که جان 22 نفر را گرفت. گروه طالبان مسئولیت هر دو انفجار را بر عهده گرفته. سجاد محمدی خبرنگار بی بی سی در کابل گزارش می‌دهد. حمله کابل نزدیک سفارت آمریکا حوالی ساعت 1 بعد از ظهر رخ داد. فرد انتحاری در خیابان عمومی مواد همراه خود را منفجر ساخت. به گفته وزارت داخله، کودکان و زنان هم در بین کشته ها دیده می شوند. آنطور که وزارت داخله گفته، حدود 40 نفر در این انفجار زخمی شدند. ساعت 1 بجه بود وقتی که در ورودی باز شد، بیروبار بسیار زیاد بود. ما گفتیم یک چند دفعه استاد میشیم که بیروبار کم شود، که نخ یک بار انفجار نشه. و دو سه دقیقه تیر شده کمی بیروبار کم شده بود، رفتیم پیش که داخل بریم که یک دم یک انفجار شد. باز وقتی بلند شدیم خوردیم در زمین، وقت خیستیم یک دو نفر دهی پولیم افتیده بود و یک نفر دهی پولیم باز خیستیم فرار کردم یک از مساعد. گروه طالبان اعلام کرده یکی از دفاتر وزارت دفاع را هدف قرار داده. انفجار دیگر در نزدیک یک گرد همایی انتخاباتی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری در چاریکار مرکز ولایت پروان شمال کابل رخ داد. به گفته منابع محلی زمان انفجار شد که هواداران اشرف غنی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در حال ورود به محل برگزاری مبارزات انتخاباتی بودند. گفته شده که در آن هنگام آقای غنی در حال سخنرانی بود، ولی به او و معاونانش آسیب نرسیده. رئیس شفاخانه ولایت پروان میگوید قربانیان غیر نظامی ها از جمله زنان و کودکان هستند. گروه طالبان گفتند نیروهای ویژه حفاظت ریاست جمهوری را هدف گرفتند. انفجارهای امروز کمتر از 10 روز پس از توقف مذاکرات صلح آمریکا و طالبان انجام می شود. توقف مذاکرات که نگرانی افزایش ناامنی را در پی داشته. سجاد محمدی، بی بی سی، کابل. در جزیره بالی اندونزی کسی هست که به شما کمک میکنه بدون استفاده از مواد مخدر همراه امواج موسیقی به آزادی و آرامش برسید. رقص بیقانون و قاعده‌ای که از اعماق جان میاد و با احساسات و غرایز همراه میشه و به آرامش و رهایی و همینطور حال خوب منجر میشه. این رقص نوعی رقص آزاده، شبیه شلنگ تخته انداختن. بیشتر از زبان سفر سفر دیجی این رقص خاص بشنوید. اولین باری که برای این نوع رقص رفتم مطمئن بودم که همه توی اون فضا از مواد مخدر استفاده کردن. مبهوت رهایی و اصالت و بی قید و بند بودنشون توی اون فضا بودن. اسم من صوفی صوفریه. دیجی این رقص در بالی هستم. این رقص نه تنها برای جسم و روح مفیده، برای جامعه و آدم‌های توش هم شفا بخشه. اینجوری نیست که بهتون بگیم چی کار کنین، بلکه یه فضایی برای رها کردن خودتون و غرایز و احساساتتون. یه جورایی کشف و شهود آدم ها. و این حال و هوا حس رهایی بزرگ با انرژی فراوان رو به آدم میده. بریم عقب دوباره اینو بشنویم.
We choose music. ما موسیقی های مختلفی با ریتم های متفاوت که احساسات آدم ها رو تحریک میکنه انتخاب میکنیم. Music with drums. مثلا اگر یه موزیک با ضرب و بزن به کوب همراه باشه کمک میکنه به اینکه یه باری از رو دوش آدم برداشته بشه. Release weight off their shoulders. I was born and raised in Singapore. I lived there most of my life. من در سنگاپور به دنیا اومدم و بیشتر زندگیم اونجا بودم. همیشه عاشق موسیقی بودم. As a little girl, as a child, and loved it. And somewhere along. از بچگی می‌رقصیدم و رقص رو دوست داشتم. بعد یه جا فکر کردم خیلی رقصم خوب نیست و مدتی طولانی نرقصیدم. وقتی دوباره شروع کردم، یهو درهای خلاقیت در این سبک رقص برون باز شد. خوشحالی، ناراحتی، یه طیف گسترده از احساسات رو تو آدم بیدار می‌کنه. با رقص من به دارو و درمان رسیدم. دوباره با بدنم ارتباط برقرار کردم و لذتی رو تجربه کردم که سالها نکرده بودم. فکر میکنم این رقص نتیجه نیاز جوامع به همگرایی دوباره است. بازگشت به ریشه های زندگی و فرهنگ روستایی. موسیقی همه رو متحد میکنه. The music is uniting every. خیس عرق و شلخته، شدتش رو توی شکمت حس می‌کنی مثل آتش. Intensity in my belly, this fire. بذارین قدرت رقص شما رو تکون بده. تو سوپرمارکت، تو حموم، همه جا برقصین. Dance everywhere. ممنونم از همراهی شما با این برنامه 60 دقیقه.